در تحول دیگه روز 19 اردیبهشت ماه پارلمان کانادا با 327 رأی مثبت قرار دادن سپاه پاسداران خامنه ای در فهرست گروه های تروریستی رو تصویب کرد. گزارش کوتاهی در همین رابطه با هم ببینیم و بعد گفتگو با مهمان برنامه بیشتر به این موضوع میپردازیم. روز 19 اردیبهشت 1403 پارلمان کانادا با 327 رأی مثبت قرار دادن سپاه پاسداران خامنه‌ای در فهرست گروه‌های تروریستی را تصویب کرد. در این جلسه تمامی شرکت کنندگان به این طرح رأی مثبت دادند و به اتفاق آرا به تصویب رسید. خانم رجوی به نمایندگان پارلمان کانادا تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد دولت کانادا مصوبه پارلمان و کاری را که سالها به تأخیر افتاده است به اجرا در بیاورد و سپاه شیطانی ظلمت و جنایت را رسماً لیست گذاری کند. خانم رجوی همچنین از اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو خواست بیش از این تأخیر نکنند و با لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران مصوبه پارلمان اروپا در همین خصوص را به اجرا درآورند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به تأکید از انگلستان و استرالیا و دیگر دولت‌های مشترک المنافع خواست بیش از این در لیست گذاری سپاه و اطلاعات آخوندها تأخیر نکنند. هر روز تأخیر این رژیم را در تروریسم و جنگ افروزی و گروگانگیری جریتر می کند. خب بینندگان عزیز، گزارش رو دیدیم. آقای محمد درویش مهمان این بخش از برنامه هستند تا در رابطه با این مصوبه گفتگویی داشته باشیم. سلام دارم خدمت شما آقای درویش، خیلی ممنون که از این فاصله دور خلاصه با ما همراه هستید در این برنامه. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز، بسیار خوشبختم که در حضور شما هستم. بله خب، تو گزارش هم بود که پارلمان کانادا به اتفاق آرا با 327 رأی طرح قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی تصویب کرد. این موضوع به نظر بی سابقه میاد، نظر شما در این رابطه با چیه؟ بله، واقعا واقعی بسیار مهمی هستش در سیاست بین‌المللی و انتا به خصوص در سیاست کانادا. خاطرتون هست که خب در سال 2018 یک لایحه‌ای تصویب شد در مجلس که نخست وزیر کنونی کانادا و حزب حاکم، هنوز هم حزب حاکم هستن، منتها در دولت ائتلافی الان، به این رأی به اون رأی دادن، ولی خب این طرح هیچ وقت عملی نشد. منتها الان که دوباره بنا به گزارش کمیته پارلمانی عدالت و حقوق بشر، اینها با یک طرحی رو دوباره آوردن، به خصوص بعد از جنایات 7 اکتبر که از در رابطه با طرح سیانت از کانادا و شهروندان اون هستش و در رأس اونها قرار دادن سپاه در لیست تروریستی است و همینطور مجازات افرادی که برای این اعلام کردن که بوده 700 نفر هستن تحت قوانین کیفری، اینها رو مورد تعقیب قرار بدن که اگر دولت کانادا این قضیه رو اجرایی بکنه تمام این افراد، چه شخصیت‌های حقیقی حقوقی یا در هر نهادی که در نهاد پوششی که فعالیت میکنن در این زمینه مورد مؤاخذه و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. اهمیت این قضیه خب از اینجا هستش که در شرایط جدیدی به خصوص بعد از تحولات 7 اکتبر مسئله مطرح میشه و در مباحثاتی که در خود مجلس هم صورت گرفت، نمایندگان به خصوص آقای گارنر جینیوس که یکی از آورندگان به اصطلاح این قضیه است و در مقام دفاع از این لایحه صحبت کردن، مطرح کردن که رژیم ایران عامل جنگ افروزی، ترور، سرکوب مخالفین در ایران هستش، رژیمی هستش که صلح منطقه رو و موجودیت کشورهای منطقه رو مورد تهدید قرار میده، دنبال به اصطلاح دستیابی به سلاح اتمی هستش و این رو تصدیق کرده بودن و رژیم به هیچ وجه نه محبوبیتی در داخل داره و نه مقبولیتی در بین حتی کشورهای مسلمان. و خب این قضایا رو وقتی شما میذارید در کنار اینکه بیایندگی رژیم به خصوص بعد از انتخابات
به اصطلاح انتخابات اخیر هم دیگه بر همگان ثابت شد، ما در مجموع دینامیزم جدیدی به این حرکت سیاسی و به این مصوبه میده که و کشورهای دیگری را هم ترغیب خواهد کرد که به این قضیه بپیوندن، چون بالاخره کانادا به عنوان یکی از کشورهای گروه هفت یکی عامل مهمی هستش. کانادا اولین کشوری بودش که سفارت رژیم در اینجا بست و علی‌رغم تلاش ها و تمهیدات زیادی که ما مشاهده گران کردن نتونستن دوباره این سفارتخونه رو بازگشایی بکنن و تمام اینها نشون دهنده یک تغییر تحول جدیدی هستش در رابطه با رژیم. برای همین هم است که می‌بینیم رژیم الان فعلا هنوز به اصطلاح خفه خون گرفته و نمیدونه واقعا چه کار یعنی هنوز نشون نداده که اکشن عملی نشون نداده، برای اینکه میدونه که شرایط سال 2018 نیست که به اصطلاح بمب‌گذاری میکنه دیپلماتش و بعد اونجوری هم از میدون به درش میبره. ما این رو در جریان دادگاه اسدی هم دیدیم و ما در یک دوران جدیدی هستیم که انزوای شدیدتر رژیم بارز شده و روزافزون خواهد بود و تمام به اصطلاح و این اثرات خودش رو در داخل و در مقاومت مردم ایران هم خواهد داشت. بنابراین باید تبریک گفت به مقاومت ایران، به مردم ایران، به هواداران مقاومت که این پیروزی رو رقم زدن. البته خب این یک مصوبه مجلس هستش و برای اجرای شدن اون باید دولت اقدام بکنه و دولت هم از طرف نمایندگان خودش، چون از 327 نماینده یعنی اکثر یعنی به طور اجماع همگی کانادا حدود 328 نماینده داره که خب چه تعداد غایب بودن، ولی تمام احزاب به این لایحه رأی دادن و دولت در این زمینه تحت فشار هست و الان هم قبل پیش از این هم تعدادی از مزدوران رژیم در اینجا هستن مورد تحقیق قرار دادند، ولی خب کار بسیار بزرگی هست و باید مثلا با اجرای کردن این لایحه با دست باز و قانونی بیشتری با این افراد برخورد بشه و جلوی عملیات مخرب سپاه رو در کانادا و همینطور در منطقه و در سراسر دنیا بگیرن. برای درویش بسیار ممنون از توضیحاتی که دادید و معلوماتی که در اختیار بینندگان عزیزمون قرار دادید. امیدوارم باز هم در برنامه آینده شما رو داشته باشیم. تشکر میکنم.